مونجور ات توس سلوم زمی لسون کتر و کتر کتر یعنی چهار و یعنی بیس که وینگ توی میدونید vingt, خونه نمیشه. و خونه میشه صدای ای تو ج و تی خونده نمیشن این ج هست این ژ هست این جی هست کتر و یعنی چهار تا بیس یعنی هشتاد در مورد اعدادا صحبت کردیم در این درس میخوام راجع به همون تو صحبت کنم که شکل اصلیش گفتیم تو هست اینجوری نوشته میشه که تش خونده نمیشه در حالت عادی و این تو میتونه قبل از یه سری صفت هم بیاد تو درس قبل بعدش اسم می اومد درسته اینجا قبل بعدش صفت میاد که این هم میتونه معنی کاملا باشه میتونه معنی خیلی باشه مثلا ته باشه این معنی رو بده خب پس معنی کاملا معنی دوم تو هست که این حالتشو میگن حالت قید هست حالت قبلی حالت صفت بود خب قاعده چیه خیلی آسونه این تو تغییری نمیکنه واسه مذکر هیچ تغییری نمیکنه واسه مؤنث هم هیچ تغییری نمیکنه یعنی شکل همین میمونه چه این صفتی که بعد از این میاد مفرد باشه یا جمع باشه چه مؤنث چه مذکر تو تغییری نمیکنه فقط فقط همیشه استثنا وجود داره فقط تغییر زبانی ایجاد میشه که بعد از تو یه حرف صفتی که میاد با حرف بی صدا باشه مثلا حرف بی صدا مثل چی؟ مثل F مثلا مثل B مثلا در این صورت تو باید تطبیق داده بشه حالا مثال میزنیم راحت تر این واسه کسایی که گفتم که میخوان سریع موقع اول درس سریع بدون قاعده چی بوده و برن خب مثلا پتی پتی یعنی کوچولو درسته که واسه زنش میشه پتیت تشخون نمیشه یه ای میگیره تشخون نمیشه اگر ما پتی رو بخوایم جمع کنیم جمعی از مردها باشن پتی همین یه اسم میگیره که خوندنش فرق نمیکنه پتی پتی درسته و اینجا به همین ترتیب پتیت فقط یه اسم میگیره پس ما همیشه واسه صفت بچه چهار حالت داریم بعضی مواقع هر دو واسه مذکر و یکی هستن خب مثلا حالا بگم اون کچولوه ایل اون پسره ایله او هست ایله کاملا کوچولوه میخوام به این کوچولو یه تأکیدی بدم تر میخوام بگم تر پوتی درسته میگم تو پوتی تموم شد تو هیچ تغییری نکرد میبینید حالا اگر این یه حرف صداداری بود این یه لیزون تولید میشه تو تش خونده میشه ولی در حالت کلی نمیشه درسته خب حالا میخوام بگم اونها چند تا پسرن یا جمعی از پسر دختر ایل سون آنها هستند پوتی چی میشه تو کاملا خیلی پتی تی یه اسم میگیره فقط تو هیچ تغییری نکرد میبینید بچه ها چرا چون این مد... مذکر بود اینم جمع مذکر بود خب حالا یه مثال دیگه هم بزنیم که اینجا حرف با حرف صدادار باشه مثلا بگم ایله ایله او هست اوکیوپه خب اوکیوپه یه صفت معنی صفت در واقع معنی مشغول مثلا کار داره مشغوله او کیو P این اوش به نظرتون او گرده یا او بازه وقتی من میگم او کیو په. او مثل او هست او آب این صدای او میده او گرد هست این او او گرد هست اینجا او کیو په. او کیو په. خب این واسه چیه واسه مرده واسه زن چی میشه اگر مردشی داشت زن یه ای اضافه میگیره تغییری توی گفتار ایجاد نمیشه اینجوری میشه خب واسه جمع مردها چی میشه همون اوکیوپه رو بنویسم یه اس بهش اضافه میکنم تلفظ همونه اوکیوپه یه اس اضافه کنم تلفظ فرقی نمیکنه خب این چهار حالت صفتی که وجود داره درسته حالا میخوام بگم او هست اون پسره هست مشغول کاملا مشغول خیلی خب هیچ پسره درسته این تو هیچ تغییری نمیکنه بچه‌ها خب پس میشه ایله توت تو 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 می تش اینجا خونده میشه این ته ربطی نداره که بعدش ای نبود که این ته خونده بشه فقط به خاطر لیزون اومده این چسبیده به این ایله تو تو کاملا مشغوله یعنی سرش شلوغه در واقع خب بیزی تو انگلیسی خب حالا اگه بخوام آنها هستن ایل سون تو هیچ تغییری نمیکنه این مذکره میبینید این تو هیچ تغییری نکرد تو 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 کو P یه اسم میگیره فقط حالت مذکره میاد خب حالا این واسه مذکر بود درسته واسه مؤنث باید دقت کنیم واسه مؤنث اگر بچا این, این صفت بعدی با همین حرفای صدا دار مثل او مثل ا مثل او مثل او مثل مثلا ای ا ای اینا شروع شد حرفای صدا هیچ تغییری باز ایجاد نمیشه مثلا اگر من همینا رو ایل رو بخوام بگم واسه زن بخوام بگم میگم ال اون په دختره هست ال تو می میبینید تو تش خونده شد او کی پی ای هم که تو نوشتاره فقط خب خب حالا اگر بخوام آنها هستند میگم چی؟ ال سون تو تو کیوپه. درسته تو تغییری نکرد ببینید با اینکه اینجا مذکر مؤنث داشتیم ولی مؤنثه بچا مهم اینه که برای مؤنث همیشه این ته خونده میشه باید ت خونده بشه ببین اینجا حالا لیازون کمک کرد که این ته خونده بشه لیزون کمک کرد اگه لیزون کمک نکنه باید مجبور میشیم این تیه رو بگیم. مثلا چی؟ اگه من پوتیت رو بخوام واسه ال بگم ال ال اله. کاملا توت دیگه این ته باید خونده میشه چرا اگه اینو نخونم تو میشه پتیت بخوام بگم تو میشه درسته این تش خونده نمیشه برای ال باید اینجا پس لیزون کمک نکرد که من این ته خونده بشه بنابراین چون لیزون کمک نکرد متاسفانه یه تغییر ایجاد میشه که این ته خونده بشه حالا چرا میگم متاسفانه <applause> چون به حال اینجا مهمه که جمع بودن این صفت رو جمع مذکر مؤنث بودنشون رو بفهمیم به خاطر همین گفتم متاسفانه خب به همین ترتیب اگه بخوام بگم آنها هستن ال سون آنها هستن خب اگر اینا مرد بودن که مسلما هیچ تو هیچ تغ... تعق... تو نمیکرد حالا فرق نمیکرد اینجا چی باشه توت میموند حالا چون چون جمع مؤنث هستن و لیزون هم متاسفانه توی پتیت پتیتس بنویسم واسه مؤنثه اگه بخوام بگم ایلسون تو این تش خونده نمیشه درسته پس اینجا مجبور میشه چون بر اساس جمع اس بگیره بر اساس همین که جمعش اس گرفت اینجا یه ای اس بگیره پس میبینید که پس میبینید برای صفت های مؤنثی که با حرف بی صدا شروع میشن به خاطر اینکه لیزون تولید نمیشه که این ت خونده بشه این توت مجبور میشه تغییر شکل بده به توت و توتس توته و توتس این دوتا هست فقط دیگه بقیه حالت ها تو 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 تو, تو هست میمونه خب امیدوارم که این موضوع رو یاد گرفته باشید کار زیاد شاقی نیست ولی خب تو گفتار که مشکلی نخواهید داشت بچه ها بود من یه صدای ته رو میشنوم تموم شد بود صدای ته شنیده نمیشه مگر اینکه که باشه حرف صدادار باشه مثلا این ته دیگه لیزون تولید بشه خب اینو باید یه مقدار زیادتر تمرین کنید بچه ها. این راحتی نیست که سریع تو ذهنتون بیاد و بگید از زیادتر گوش کنید زبان رو با گوش کردن به خود زبان فرانسوی رو با گوش کردن یاد بگیرید خیلی بهتون کمک میکنه که این قواعد رو خود به خود یاد بگیرید ولی برای نوشتار مجبورید این قواعد رو بدونید خاطر همین فرانسوی نوشتاری با گفتاری واقعا فرق داره فارسی هم به همین ترتیبه خب من چندین تمرین بهتون میدم در این مورد که شما یا تو بذارید یا توته یا, تو یا تو تس خب درسای ما هم میتونید از سایت آلمانی و فارسی بذارید /french بنویسید میتونید وارد شید به ترتیب همه درس فرانسوی رو کاتگوری هم داره حتی میتونید تو کاتگوری دنبال یه مبحث خاصی اگر میگردید توی سرچ سایت هم این بالا حالا ممکن دیده نشه تو این تصویر هست میتونید سرچ هم کنید یه کلمه خاصی رو که سرچ کنید درس‌هاش مثلا میاد ولی ما سعی کردیم کاتگوری داشته باشه و به ترتیب همه رو جلو برید حتما نتیجه خیلی خوبی میگیرید موضوع بعدی دوستان بعضی از دوستان میگن مثلا دیر دیر درس میذارید بر حال بچه متاسفانه یا حالا خوشبختانه <تصفح> کارهای دیگه هم هست که ما باید انجام بدیم و همیشه سعیمو کردم که تقریبا دیگه هر هر هفته یه دونه رو حداقل بذارم سعیمو کردم اگه نشد دیگه متاسفانه بدونید که واقعا نتونستم خب پس یادتون نره رو حل کنید زیر ویدیوها مثلا تو هر درس که برید زیر ویدیوها شما میتونید کامنت هم بذارید اگر نه توی سایت مثلا نمیتونید کامنت بذارید اینجا به این خاطر که هنوز عضو نشدید ولی که نمیخواید عضو بشید اگه راحت وارد وبسایت بشید میتونید بخش وارد وبسایت رو بزنید اینجا توی با فیسبوک یا گوگل بزنید وارد بشید اینجا بعد میاد که وارد شدید و بعد میتونید کامنت بذارید در واقع این فیسبوک گوگل از شما از ما فقط ایمیل شما رو از به جای اینکه ایمیلتون رو مستقیما اینجا وارد کنید تز... بخواید تصدیق کنید از فیسبوک و... و گوگل ایمیلتون میاد به سایت چیز دیگه ای نمیاد بچه‌ها بنابراین نیاز نیست که فکر کنید اینجا مثلا چیزی اطلاعاتی از شما میاد مثلا به پسورد شما و اینا نه فقط ایمیل شما و اسم شماست که اینجا هم بخواید ثبت نام کنید میتونید برید توی بخش ثبت نام این بالا و اسم و ایمیل و اینا رو وارد کنید گشلش این جنسیت این بالاش هم میاد که این زن این مرده و به همین ترتیب زبانتون هم انتخاب میکنید و یه ایمیل براتون میاد که اون ایمیل رو روش کلیک کنید روی لینک کلیک کنید شما تصدیق میشه اون ثبت نامتون بعد که تصدیق شد میتونید بیاید ورود به وبسایت کنید یعنی قبلش باید ثبت نام کنید بعد وارد وبسایت بشید اگر نمیخواید ثبت نام کنید که گفتم میتونید مستقیم ورود به وبسایت بشید با فیسبوک یا گوگل که بتونید کامنت هاتون رو بذارید ما سعی میکنیم تصدیقات رو انجام بدیم خب تا درس بعد